من به شما میگم دوستانم، اختلافات رو دامن نزنید. مسئله سلفی و حنفی و شافعی مالکی نکنید. شما همه مسلمانید، هر کس هر چی دلش خواست به هر راهی رفت، خدا مبارکش باد و خدمت بکنه. خادمان دین رو تهمت نزنید برادران. مثلا ابن تیمیه رحمت الله علیه، یکی از جان نصاران، یکی از مجاهدین، یکی از همراهان صلاح الدین ایوبی، یکی از آن کسی که صلاح الدین را بلند کرد، در مقابل فلسطین را آزاد کرد، مصر را از دست فاطمیان آزاد کرد، این ابن تیمیه بود برادران. ملاها فتوا میدادن این چنینه، چون میگرفتم زندانش میکردم، بعد از مدتی رهایش میکردم، دو مرتبه آتش جهاد شعله‌ور میشد. این همه خدمتی که این بزرگ کرده، امروز چون در یک مسائل فقهی با من نظرش مختلفه، من به این شخصیت تهمت بزنم، بعد بگم چون نظریه من متوافق نظریه ایشیست، ولی نظریه قرآن، نظریه احادیث رسول الله موافق با این شخصیت هست. اینا جان نثار بودند، اسلام وسیله اینا زنده شده. همین محمد بن عبدالوهاب که اینجا مار وهابی و سلفی و فلان فلان، برادرانم این محمد بن عبدالوهاب قاضی سعودی ها بود، خلاف سنت قبور نگذاشت، خلاف سنت قبه و اینا رو تخریب کرد. ترکان عثمانی حاکم بودن، این بندگان خدا در زمان حکومت و خلافت خودش رو بدعت ها کاشتند، تقریبا حرمین بتخانه بود، ولی بتخانه کبرا. این بزرگ میاد اونجا، ولی بعد از همین عمل این شخصیت مسلمان ها همه یک صف شدن که امروز میبینید شما در حرمین همه چهار مذهب و پنج مذهب ها شیش مذهب ها هم پشتت رو نماز می کنن. این به برکتی شخصیت محمد بن عبدالوهاب رحمت الله.